سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. ده ها نفر از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله اصفهان، گیلان، کرج و یزد در اعتراض به سطح پایین مستمریشان دست به تجمع زدند. این بازنشستگان اعلام کردند که مستمری آنها نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری بسیار ناچیز است و 76% از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی جزو فقرای جامعه محسوب می شوند. علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفته بود جمعیت 3,600,000 نفری بازنشستگان تأمین اجتماعی تفاوت‌های اساسی با بازنشستگان سایر صندوق‌ها دارند که یکی از مهمترین آنها وجود بیش از 65% حداقل بگیر است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز دوشنبه با حضور در جمع معترضان در تهران از اختصاص 32,000 میلیارد تومان برای همسانسازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از ابتدای سال جاری خبر داد. حسین علی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز در واکنش به اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی به ایرنا گفت قدرت خرید مستمری بگیران و کارگران بازنشسته متناسب با تورم سالانه افزایش نمی‌یابد. حاجی دلیگانی کف بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را 180,000 میلیارد تومان و سقف آن را 350,000 میلیارد تومان اعلام کرده است. در این برنامه دیدگاه همراه با آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از جمهوری چک، شدتگیری اعتراض بازنشستگان و دلایل اجرایی نشدن طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را بررسی می‌کنیم. آقای حسنیا، مشکل بازنشستگان تأمین اجتماعی چه پیشینه‌ای داره؟ دلیل اعتراضشون چیه؟ در مقابل چه وعده هایی برای رفع مشکلات به اونها داده شده؟ خب یک مشکل همیشگی و تقریبا پایدار در تمام دهه های اخیر برای بازنشسته ها عقب بودن دریافتی اونا از میزان تورمی است که به طور پایدار در نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران به طور متوسط حدود 20% اقتصاد ایران تجربه کرده. به این معنی که افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت یا کارگران یا به هر حال دریافتی بازنشستگان به تبع این وضعیت همواره از افزایش نرخ تورم پایین‌تر بوده و این باعث شده که قدرت خرید کارکنان به ویژه بازنشستگان و به طور اخص بازنشستگان تأمین اجتماعی در میان بازنشستگان مختلفی که وجود دارند، قدرت خرید اونها سال به سال تحلیل رفته و افزایش‌های سنواتی که گاهی به میزان تورم یا گاهی کمتر از میزان تورم برای افزایش حقوق و دستمزد یا دریافتی اونها قائل شده دولت و به هر حال نهادهای تصمیم گیر نتونسته این قدرت خرید رو جبران بکنه. از این رو هر از گاهی یا هر چند سال یک باری یا چند باری مشاهده اعتراضهایی به این وضعیت معیشتی و وضعیت عقب ماندگی حقوق و دستمزد یا دریافتی بازنشستگان و کارکنان هستیم که مطالبه اونها این است که این قدرت خرید جبران بشه و افزایش پیدا بکنه. وعده‌ای هم برای رفع این مشکل به اونها داده شده؟ وعده‌هایی داده میشه. به طور مشخص در سال جاری بحث همسانسازی که دولت اجرا کرد برای بازنشستگان کشوری و لشکری واقعا یک اتفاق قابل توجه بود و افزایش دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری به میزان 90% هم رتبه اونها که مشغول کار هست رسید، اما این اتفاق برای بازنشستگان تأمین اجتماعی رخ نداد. یکی از دلایل اعتراض های این روزها هم این هست که بازنشستگان تأمین اجتماعی ضمن اون مطالبه عمومی همیشگی که وجود دارد از یک حس تبعیض و یک حس بی‌عدالتی نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری هم رنج میبرند و خواستار این همسانسازی هستند. دولت از چه تاریخی و چقدر به صندوق تأمین اجتماعی بدهی داره؟ چه دلیلی داشته که این پرداخت بدهی انجام نشده؟ خب این بدهی هم یکی از بحث‌های تاریخی نسبت به صندوق‌های بازنشستگی است که دولت از دو طریق این بدهی رو در واقع افزایش میده و بالا میاره این بدهی رو. یکی پرداخت نکردن حق دولت هست و اون وظیفه‌ای که دولت داره به عنوان سهمی که باید به این صندوق‌ها بده که اون رو سال به سال پرداخت نمی‌کنه و این بدهی افزایش پیدا می‌کنه به صندوق‌های بازنشستگی و همینطور این در واقع افزایش بدهی باعث میشه که سال به سال
هم از بابت پرداخت نکردن سهم و هم از بابت افزایش بدهی، یعنی اون درصدی که روی بدهی میاد رشد بکنه و به رقمی برسه که این رقم این روزها دیگه به عنوان یک هشدار ازش یاد میشه، یک بدهی 350 هزار میلیارد تومانی ازش یاد میشه و همینطور بحران بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی سبب شده که این صندوق‌ها توان خودشون رو از دست بدن و برخی از اونها در آستانه ورشکستگی باشن، برخی از اونها اساساً ورشکسته محسوب بشن و به عنوان یک ابر بحران در بین مثلا همپای ابر بحرانی مثل ابر بحران آب یا آلودگی های زیست محیطی، بحث بحران بدهی ها یا بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی مطرح باشه. آقای حسنی، طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اصلا چرا روی میز مونده؟ در صورتی که اجرایی بشه چه بخشی از مشکلات این قشر رو میتونه برطرف بکنه؟ همسانسازی یک در واقع وظیفه قانونی است که بر عهده دولت گذاشته شده. سال جاری در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری به طور تقریبا میشه گفت مطلوبی اتفاق افتاد، اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی این اتفاق رقم نخورد. یک بخشش در واقع عدم توانایی و ناتوانی دولت در این همسانسازی است و مشکل دیگری که تأمین اجتماعی داره، یعنی بازنشستگان تامین اجتماعی دارن، مبنای مشخصی مثل بازنشستگان کشوری و لشکری ندارن. بازنشستگان کشوری و لشکری رتبه و پایه‌های کارکنان مشخص هست، از این بابت این همسانسازی خیلی آسان‌تر انجام میشه، یعنی کسی که داره کار میکنه با رتبه و پایه مشترک دریافتیش معلوم هست، قرار هست که 90 درصد اون رقم رو به بازنشسته هم رتبه و هم پایه بدن. اما این اتفاق در تامین اجتماعی و این محاسبه دشوارتر هست، ضمن اینکه به هر حال دولت توجه ویژه‌تری به بازنشستگان کشوری و لشکری که خب بازنشسته‌های خودش بودن داشت در سال جاری. اما یک عدد 90 هزار میلیارد تومانی هم در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که خیلی از کارشناسان معتقدن که این عدد کافی برای همسانسازی و همینطور بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیست و کفایت نمی‌کنه. مصوبه کمیسیون تلفیق در تخصیص اعتبار برای همسانسازی حقوق بازنشستگان چه کمکی به بهبود شرایط میکنه؟ چقدر اعتبار برای حل مشکل بازنشستگان تأمین اجتماعی لازمه؟ قرار از کدوم منبع تأمین بشه؟ خب در کمیسیون تلفیق این ادعا مطرح شد که قرار هست که این عدد رو بالا ببرن، یعنی همین 90 هزار میلیارد تومان رو، به ترتیبی که این 90 هزار میلیارد تومان فقط برای تامین اجتماعی مباحث مربوط به همسانسازی تامین اجتماعی و بازپرداخت بدهی بخشی از بدهی ها در نظر گرفته بشه و یک عددی فراتر از این هم برای ادامه سیاست همسانسازی که از امسال آغاز شد در سال آینده هم شاهدش باشیم، که فکر میکنم که در نهایت اون عدد بزرگی است و نتونه در لایحه بودجه سال آینده منظور بشه. نکته مهم این هست که این اعداد و ارقامی که بر بودجه اضافه میشه به کسری بودجه دامن میزنه، یعنی اون کسری رو تشدید میکنه و از محل کسری بودجه‌ای که دولت بهش مبتلا میشه تورمی به اقتصاد ایران تحمیل میشه که تمام این افزایش‌هایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم که همسانسازی بشه، حقوق‌ها بیشتر از اون افزایش‌های سنواتی که 25 درصد تا 30 درصد هست افزایش پیدا بکنه تا قدرت خریدها جبران بشه، همه اونها به شکل تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل میشه برمیگرده. یعنی به نظر میاد که بهتر این هست که نمایندگان مجلس اگر قرار هست که فکری به حال بازنشسته‌ها و اصولاً تمام حقوق بگیرها و اساساً درباره اقتصاد ایران بکنن، این موتور تولید تورم رو خاموش بکنن که از محل کسری بودجه دولت به وجود میاد. این عددها رو هر چقدر که بالا ببرن منابع که تغییری نمی‌کنه، همان درآمد اندک فروش نفت یا مالیات‌ها و سایر درآمدهای مشخصی که در بودجه هست که بخشی از اونها تحقق پیدا نمی‌کنه، کسری بودجه افزایش پیدا می‌کنه، از محل کسری بودجه معمولاً اسکناس چاپ میشه یا نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه و تورم به وجود میاد و اون تورم تمام این افزایش های سنواتی حقوق و دستمزد و دریافتی کارکنان و بازنشستگان رو میبله. آقای حسنی، برای متناسب کردن میزان تورم با حقوق بازنشستگان تا الان چه کارهایی انجام شده؟ فرض بگیریم سیاست همسانسازی در این شرایط اقتصادی اجرا شد، این آیا گرهی از مشکلات بازنشستگان باز خواهد کرد؟ ببینید، باید برگردیم به همون پرسش در واقع پاسخ قبلی، یعنی حتی اگر ما فرض رو بر این بگیریم که همسانسازی برای
بازنشستگان تأمین اجتماعی هم رقم بخوره، همسانسازی برای بازنشستگان کشوری و لشکری هم ادامه پیدا بکنه، حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا بکنه، حداقل دستمزد کارگران افزایش پیدا بکنه. همه این اتفاقهایی که خب قاعدتا خیلی اتفاقات خوبی میتونه باشه، رقم بخوره که خیلی از اونها دست نیافتنی و بعید هست، در نهایت باری که بر بودجه افزایش پیدا میکنه و در نهایت وقتی که فکری به حال اون خاموش کردن موتور رشد تورم نشه، تمام این افزایش های صنواتی، تمام این رشد های حقوق به واسطه تورم بسیار بسیار شدیدی که در اقتصاد ایران ساری و جاری هست، تمام اونها بی اثر میشه. یعنی بهتر این هست که در ابتدا فکری به حال تورم بشود که تورم در یک محدوده منطقی کنترل بشه، تک رقمی بماند و تورم رو کنترل بکنه اقتصاد ایران، اون موقع این افزایش ها و این جبران قدرت خرید ها میتونه گرهی از مشکلات هم کارگران و کارکنان شاغل و هم مستمری به ایران و بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی، گرهی از کار اونها هم باز بکنه. اما در شرایطی که کماکان ما یک تورم 40-50 درصدی داریم، تورم غذایی 60 درصد هست، هر افزایش حقوق و دست مزدی به سادگی و به سرعت با تورم از بین میره و مثل یخی میمونه که در برابر یک آفتاب شدید و داغ قرار گرفته باشه و ذره ذره آب میشه. از این بابت فکر میکنم که اولویت بندی حالا برنامه ریزان یا تصمیم گیران اقتصاد، اگر کنترل رشد تورم نباشه که مهمترین ریشه و پایه اون هم بحث کسری بودجه دولت و روش های تامین این کسری بودجه هست، هر افزایشی در این سو بی اثر و یا دست کم کم اثر خواهد. بسیار سپاسگزارم از شما آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ چک. ممنون که همراه ما در این برنامه دیدگاه بودید.